سلام سلام، عرض ادب و احترام دارم خدمتتون. من آرش باباپورم. امروز میخوام راجع به نژاد پودل صحبت بکنم. بچه پودل یه نژاد بسیار قدیمی و خالصه که در منطقه فرانسه و آلمان قدیم زندگی میکرد. بچه نقشه‌های جغرافیای اروپا امروز فرانسه و آلمان نقشه‌هاش متفاوته. قدیمتر انقدر هی جابجا میشده بر اساس پادشاهی‌های کوچیکی که داشته، نمیتونی 100% بگی مال آلمان بوده یا مال فرانسه بوده. ولی بیشتر کتابایی که رفرنس نژاد شناسی رو دارن صحبت میکنن اشاره میکنن که بیس نژاد آلمانی. حالا اصلا این نژاد چی بوده؟ اصلا چرا به اینجا رسیده؟ داستان چیه؟ پودلا تو شکار ماهیگیری و تو کار گرفتن اردک ها استفاده میشدن. جاهایی که برکه بوده، آب بوده، پودلا رو استفاده میکردن. بچه پودلا خیلی بزرگ بودن. پودلا در واقع سایزشون مثل گلدن ریتریور بوده، بین 30 تا 40 کیلو بودن و در واقع تو شکار مرغابی و اردک و تو ماهیگیری به شکارچیای فرانسوی و آلمانی کمک میکرد. بعد این نژاد یه سری خصوصیت‌های خیلی جالب داشته. پرورش دهنده 2300 سال پیش شروع کردن این نژاد رو اصلاح نژاد کردن. یه نکته خیلی خوبی داره پودل. نکته خیلی خوبش اینه که این نژاد با هیچ نژادی میکس نشده. یه نژاد 100% خالصه. و وقتی یه نژاد 100% خالصه، مریضی‌هاش به شدت کمتر. بعد اینا اومدن توله‌های پودلی که به دنیا اومده سایزای کوچیک‌تری بودن و هی با هم دیگه جفت کردن، توله‌های کوچیک‌تری رو گرفتن و اومدن از پودل 30 کیلویی رسیدن به یه پودل 3 کیلویی. از یه ماچش بکنم. و این استاندارد و اصلاح نژاد تقریبا تو 200 تا 300 سال اتفاق افتاده. یه سری خصوصیت‌های جالب پودل رو باهاتون مطرح بکنم. دوست دارم توی گوگل و جاهای دیگه هم تحقیق بکنید تا مطمئن باشید از اطلاعاتی که بهتون میدم. بچه‌ها پودلا دومین نژاد باهوش دنیا تو رده بندی. سرعت آموزش پذیری و تکرار فرامین توشون خیلی بالاست. یعنی جز سگایی هستن که وقتی آموزششون میدید اون آموزش دیرتر از سگای دیگه فراموش میکنن و زودتر یاد میگیرن. مثال میزنم، فرمان بشین رو به یه نژاد دیگه شاید 20 بار بعد بگی تا یاد بگیره، به نژاد 3 4 بار که گفتی یاد میگیره. و سگای پودل با دیدن هم یاد میگیرن. تو فیلما دیدید پودلا درو باز میکنن. به خاطر باهوش بودنشون تربیتشون خیلی راحته. ولی یه چیزی بهتون بگم، گول نخورید. چون که باهوشن، چون که تربیت پذیرشون سگه، دلیل نمیشه لزوما نگهداریش راحت باشه. درسته که ریزش مو نداره، تو همه سگا کمترین ریزش مو مال پودله، ولی نگهداری موهای فرفری زمان بره. درسته که خیلی باهوشه، خیلی فرمان پذیره، ولی سر و صدای زیاده. یعنی اگر که از اولی که دارید میگیرید مربی نداشته باشید، اجتماعی سازی نشه و فرامینا رو یاد نگیره، ناهنجار بشه، صداش خیلی بلنده. جزو بلندترین صداها رو در تمام نژادها داره. واسه همین لازمه که این خصوصیت‌ها رو در نظر. حالا تو بازار ایران خیلی از پودل ها رو به اسم پودل توی دارن میفروشن و من یه توضیح راجع به پودل ها بدم. ما یه دونه پودل استاندارد یا جاینت پودل داریم که جاینت پودل ها مثل گلدن ریتریور ها بسیار درشت و بزرگ هست. معمولا بین 30 کیلو تا 25 کیلو وزنشونه. بعد پودل های مینیاتوری رو داریم. برخلاف اسمش که فکر میکنید مینیاتوری یعنی سگ کوچولو، مینیاتوری های پودل سگای بزرگ هست. تقریبا بین 10 تا 15 کیلو وزنشه. بعد پودل های توی مینیاتور داریم که پدر توی و مادر مینیاتوریه که معمولا وزنشون بین 8 تا 10 تا 12 کیلو میشه. بعدش پودل های تویه که وزن استاندارد بین المللیش از 4 کیلو تا 6 7 کیلوه. و یه دونه پودل های تینی توی داریم. پودل های زیر 4 کیلو رو بهش میگن تینی تو یا تاینی تو. حالا دوتا تلفظ استفاده میشه. من دوتا رو میگم که بعدا بین علما اختلاف پیش داد. و وزن زیر 4 کیلو به خاطر اینکه خیلی کمیاب تره تو نژاد پودل، قیمتش بالاتر. یه دونه دیگه هم داریم، پودل های همون تاینی تویی که داریم میگیم، مثلا میکرو دارن میفروشن. فیلماشو تو کره جنوبی میبینید، اونا با هورمون تراپی به اون وزن و سایز میرسن و در واقع اونا قیمتای خیلی بالایی دارن، دیگه بالای 7-8000 دلار و تو مارکت ایران اصلا وارد نمیشه. رنگ بندی پودل خیلی تنوع داره. از رنگ های قرمز و تیره بگیر، مشکی و دارک چاکلت بگیر، رنگ های کرم و نسکافه‌ای و هلویی بگیر، تا رنگ بلو که بسیار منحصر به فرد و خاص و گرونه. پودل ها به خاطر تنوع رنگی که دارن قیمت گذاری متفاوتی دارن. یعنی به اساس اینکه در زمان بلوغ وزنشون چقدر باشه، آناتومی صورت و بدن چی باشه، سایز دست و پا چقدر باشه و رنگ بندی چی باشه، قیمت گذاری میشه. واسه همین شما تو مارکت پودل های میکس و
قیمت امروز توی تیر ماه 1401 از 15 میلیون تومان میشنوید تا 150-200 میلیون تومان که اینا بر اساس قیمت دلاره، یعنی مثلا 500 دلار داره تا نزدیک من 10000 دلارم تو مارکت عمر دیدم. واسه وقتی که میخواید پودل رد بگیرید سایزش هم کوچیک باشه، خلوصش هم بالا باشه، به خاطر سختی تولید و محدودیت تولید قیمت هاشون قیمت های بالایی میشه. بحث باز طبق روال کلیپ های قبلی عرضه و تقاضا. یه نکته بهتون بگم، کانالمون رو سابسکرایب کنید، حتما معرفی کنید و توی کلیپ های دیگه ای که میذارید میتونید بقیه معرفی نژادا رو ببینید، یه نگاه بهشون بکنید، یه بوس بده به من. آخ آخ آخ. راجع به پودر، راجع به رنگ بندی، سایزشون، وزنشون و استانداردشون سو که بچه این نژاد چون نژاد خالصیه اصولا بیماریای کمتری داره نسبت به بقیه نژادا. نژاد خیلی سالمیه. به خاطر همین راجع به مریضی خاصی نمیتونم صحبت بکنم، جز اینکه پودل الان تو ایران خیلی ترند شده، خیلی پرطرفداره، خیلی پرفروشه و فوق العاده این دلیل درستی داره، به خاطر اینکه نژاد خیلی درستیه. این پودلی که تو فیلم الان داریم کلیپ میگیریم باهاش تقریبا 7 ماهشه، ماده است، وزن 3 کیلوه، جزء پودل های تاینی توی به حساب میاد، در واقع جزء پودل های کیفیت بالا. حالا به خاطر نورپردازی محیطی ممکنه یه مقدار رنگش روشن تر دیده بشه، ولی اصولا رد به این حساب میاد. حالا ما دارک رد داریم، رد هم داریم، در واقع طیف رنگی داریم. زمانی که میخواید پودل بگیرید حتما مجموعه معتبر بگیرید، چکاپ سلامتیشو حتما انجام بدید که با خیلی راحت بگیرید. ممنونم که ما رو همراهی میکنید، ممنونم که ما رو معرفی میکنید، ممنونم که ما رو سابسکرایب میکنید. تشکر. یه بوس بده.